ممکن این سوال براتون پیش بیاد. ما الان در میانه داستان برای یه کمی راجع به شخصیت پردازی باید بدونیم. حالا درسته تو قسمت های پیشرفته بیشتر راجع به اینا صحبت میکنیم. اون چیزی که من الان امروز میخوام براتون راجع به شخصیت پردازی به طور مختصر بگم اینه که در شخصیت پردازی اولین تقسیم بندی که خیلی به نظر من تقسیم بندی کارایی هست و خیلی کمک میکنه که اصلا ژانر شما مشخص میشه، ژانر یا گونه کار شما مشخص میشه با خود اون شخصیت. توجه هست به این شخصیت پردازی که نورتروپ فرای داره در بحث شخصیت پردازی اومده تقسیم بندی کرده توی یک کلان محور، کلان تقسیم بندی در واقع شخصیت ها رو به 5 گروه در درجه اول. میگه قهرمان اگه به لحاظ مرتبه، به لحاظ سنخی برتر از دیگر آدم ها و برتر از محیط اونا باشه، این قهرمان از ایزدانه، از نوع در واقع ما نیست و داستان اسطوره‌ایه. خب همه شما میدونید که داستان اسطوره‌ای چجوری قضیهشون، حالا یا ایزدان، الهه ها، اینها درگیر هستن در اینا شخصیت اصلی، یا اینکه حالت فرم یه خود نازلترش مثلا پهلوانان اسطوره‌ای که اونا هم به لحاظ سنخی یه خورده برتر از آدم های عادی قرار میگیرن و به لحاظ محیط هم همینطور در واقع تو وجه ملودراماتیک قرار میگیرن. داستان های اسطوره، خب نمونه‌هاش هم در داستان اسطوره هنوز هم در دوره مدرن ما داریم، داستان هایی که مورد بازپرداخت های پست مدرن قرار میگیرن، دوباره حضور اسطوره رو درشون داریم، شخصیت هایی که اسطوره ای هم و دوباره با دنیای حال درگیر میشن. مثلا نمونه های زیادی داریم از اودیسه فضایی تو فیلم حتی. اینو میگه قهرمانان، این قهرمانان از وجه چی هستن؟ ایزدان و داستان اسطوره‌ای هستن. ممکنه شما الان در شخصیت پردازیتون بخواید یه داستان قهرمانتون اینجوری از این طیف انتخاب کنید. تو دسته دوم میگه قهرمانان به لحاظ مرتبه برتر از دیگر انسان‌ها و محیط خودشونن، به لحاظ مرتبه. اینا قهرمان نوعی رومانس هستن، مثل رومانس های قرون وسطی، شوالیه ها و اینا. مثلا شوالیه ها به لحاظ مرتبه برتر از انسان های اطرافشون هستن، برای انسان هم در اصلت فقط کارهای شگفت انگیز انجام میدن، مثلا سمک عیار مثلا در داستان پردازی ما. اینا از نوع رومانس هستن. ممکنه که شما شخصیتاتون رو از طیف رومانس انتخاب کنید یا بعدا در داستان نویسی پیشرفته بخواد یه شخصیت رومانس رو وارد فضای چی بکنید، داستان نویسی مدرن بکنید. خب شخصیت های نوع 3 میگه شخصیت هایی هستن که به لحاظ مرتبه از دیگر آدم ها برترن ولی از محیط طبیعی خودشون برتر نیستن، به لحاظ مرتبه برترن. مثلا کسانی که رهبرن، رهبر یه چیزی رو واقع میشن، به لحاظ مرتبه اینا برترن ولی مثل بقیه آدم ها به لحاظ محیط طبیعی برتر نیستن، انسان. اینا میگه قهرمانان حماسه ها و تراژدی ها هستن که حتی مثلا ما گاهی پهلوانان اسطوره‌ای رو در این حماسه ها قرار بدیم. نوع 4 معمولا ما از این تیپ انتخاب میکنیم الان در داستان نویسی مدرن، هممون اول از این تیپ انتخاب میکنیم. اینا هستن قهرمانان، نه بر دیگر انسان ها برتری دارن نه بر محیط خودشون، یکی از خود ما هستن، یعنی آدمای عادی. پس واکنش ما در مورد این شخصیت ها واکنشمون به انسانیت مشترکه، اونم مثل ماست که مثلا قهرمانان خیلی از کمدی ها، درام های خانوادگی، قهرمان های داستان های رئالیستی در محور 4 قرار میگیرن. در محور 5 هم میگیم قهرمانان چی هستن؟ فروتر، قهرمانانی که به لحاظ قدرت یا هوش از ما بدترن، قهرمانان وجه طمس یا مثلا شوخی، قهرمانانی که یا وجه ریشخند. اینا از محور 5 استفاده میشه. مثلا در قصه های مجید و جنگ مورد گرمانی بیشتر تو این محور کار کرده. مجید تو محور 4 و 5، یعنی یه جایی هوشش انگار فروتر از بقیه است و حالت ترحم نسبت بهش داریم، یه طنز، وارد طنز میشه یا چیزای نزدیک. این محور رو من فقط برای آگاهیتون گفتم، نمیخوام حفظش کنین، نمیخوام هیچی، فقط میخوام بگم که در مورد شخصیت پردازی نظریه‌ای خیلی زیادیه. شما از یکی از این محورها بالاخره قهرمان شخصیتتون انتخاب میکنین. حالا راجع به شخصیت پردازی بحث‌های فوق‌العاده زیادی هست که همه اینها در محور شخصیت پردازی قابل بحثه. اینکه شخصیت اصلی شما چه ویژگی‌هایی داره، شخصیت فرعی کیا هستن، چه نقشی در ساختار داستان دارن، شخصیت تیپ چجوریه قضیه‌شون، ما چه استفاده‌ای ازشون می‌تونیم بکنیم، شخصیت قراردادی چه جور شخصیت‌هایی هستن،
الان داستانه ما پر از شخصیت قرار دادی. اگه نگاه کنیم به داستانه خودتون، یه عالمه شخصیت قرار دادی الان اونجا هستش. شخصیت قرار دادی یعنی شخصیت یه کلیشه میشه، شخصیتی که توجه مخاطب رو جذب نمیکنه. بنابراین شما در داستانتون اگه از این تیف داری انتخاب میکنین، حتما باید یه کارای انجام بشه راجع به اونا که این شخصیت یه کارایی بکنن که فراتر از اون کلیشه خودشون باشه. شخصیت‌های نمادین در رمان کوری مثلا شخصیت ها عمدتاً نمادینن، از تیپ‌های قراردادی استفاده کرده، از محورهای دیگه استفاده کرده، تیپ حتی استفاده کرده، اومده اینا رو در محور نمادین قرار داده. حالا خودش جای بحث داره که بعداً میشه روی بهش صحبت کرد. یا شخصیت ها میتونن شخصیت تکراری باشن در داستان، به طور مرتب در داستان یه نویسنده ظاهر بشن، یا شخصیت ها میتونن اتفاقی باشن. مثلا در یه رمان خیلی طولانی یک عالمه شخصیت اتفاقی داریم که از قبل اینا رو تعریف نکرده بودیم، میان یه صحنه رو اجرا میکنن، میرن دنبال کارشون. اینا در واقع شناختی که ما از شخصیت ها به طور مقدماتی باید داشته باشیم. ولی بحث‌های خیلی بیشتری هست راجع به اینکه شما شخصیت هاتون چجوری بسازین، ویژگی‌های فیزیکیشون و ویژگی‌های روانیشون و ویژگی‌های اجتماعیشون و چطوری شخصیت هاتون رو به شخصیت‌های خاص تبدیل کنین در داستان، از وجوه مختلف شخصیت پردازی چطوری استفاده کنید. اینا همه بحثایی که بعداً ان شاءالله اگه در خدمت باشم در کلاس‌های کاربای بعدی که مربوط به میانه داستان هست راجع بهش صحبت می‌کنم.